شد. بله. NaCl با H2O ترکیب بشن چی میدن؟ آب نمک. اینا با هم ترکیب بشن آب نمک میدن؟ آره دیگه آب نمک. خدا. خب چرا یه چیزی که نمیدونی؟ میدونم. نه این دوتا آب نمک میشه با هم ترکیبشون. H2O با اون آب نمک. بسه دیگه. شما دوتا که نمیتونید با هم درس بخونید خب چه اصراریه؟ با هم شاد پاشو بریم خونه خودمون تکی درس بخون. آخه اگه من پاشم بیام این بیچاره اشکالاش از کی بپرسی؟ همون مونده تو اشکالات من درسی منو بگیری. آره تو آیکیوی میگو سخاری همون مونده که تو اشکالات منو بگیری. اردل آقای بامشاد ببینید با هم دوست باشید. یک درسایی اردل بهتر بلده به شما یاد میده، یک درسایی شما بهتر بلدی به اردل یاد میدیم. بله درستیم. شیمی و فیزیک و حساب دیفرانسیل رو من به این یاد میدم. اینه مالا هر چی تونست به من یاد بده. بده من اینو حیوان من درستیم شیدم داره. شما نمیخواین یه چیز بیارین ما بخوریم؟ خب ما مغزمون داره فسفر. این که فسفر نداره مغزش. این که هیچ خیلی هم داره فسفر میسوزونه مغز من. واقعا یه چیزی بیارید بخوریم. آب پرتقال میخوریم. آره دستی در نکنی آب پرتقال مناسب. من برای چیرمز میارم. خیلی ممنون. زحمت میشه ببخشید. من کوروش من تو رو میکشم. من خب هر میگم این برای امروز شیمی کافیه. بریم سراغ حساب دیفرانسیل. این مری بچه خرخود بمیری تو بمیری. چرا ما راحت این چه زندگی بود برای ما درست کردی؟ خنگ و درس داریم میخونی، درس داریم میخونی. خب چیکار کنی؟ از همه بچه همی الانش عقبتریم دیگه. تو خود درسات خودی اومدی مزرمی درس خودن با میشی هفته جنگ کاری بونه بکنی. با جه جه صحبت کردم قرار شده که سالهای کنکور امسال رو بهمون بده. تمومه؟ بله؟ تموم شد آقا، صحبت کردیم باهاش. فی 1,750. 1,750,000. 1,750,000. تو دوباره 2000 پول دست ما دیدی اومدی که نقشه کشتی اینا رو هم هاپولی کنی بره؟ من با جی جی صحبت کردم. خب یارو مطمئنه اوکیش کردی. خب؟ بعد نصف پولو جلو میگیره، نصف پولو موقعی که قبول شدیم. یعنی سوال و جواب کنکور همه رو میده به ما؟ آره قبوله دیگه. یواش باش تشکر دیگه. یواش، خیلی خانومامون نباید از این قضیه چیزی بفهمن. آه. مفهومه؟ حالا بله ما بله. بیا جناب آقای کوروش خان. جنابالی خودتون خونه زندگی ندارید. هی اینجا پلاسی بیا برو خونتون بذار به درسشون برسن اینا. FX2 که توی واحد مزدوج این چیز هست من اومدم اونو الان رفع اشکال کنم. یه بار اتفاقا انتگرال اینو که میگی رو من گرفتم. چی شو؟ رسیدم به کوتانژانتش. او ما فکرم در این اسیر رو. وای اگر شما همینجوری با پشت کار درس بخونید حتما قبول میشه. من یکی که اینو بعید میدونم. میریم تو گروه خودم بالا. خیلی سختی. چیرموز. خیلی ممنون. خونتون از تو نیت گل در اومده. نخند خونتون. آها بفرمایید. درس بخون. پارماژان. پارماژان؟ نه اشتباه خوندی. پارماژان؟ گیر ندی. نه این چیه؟ بد چاپ شده. پارماژان؟ بد چاپ شده. این من این چیکار کنم؟ چرا چیزی که نمیدونی؟ پارماژان داریم. بده من اینو. ای بابا چرا نمیاد پس این همه بایستادی محلاف. بابا اسی گفت اینا تو سالا تو جاساز رفته از جاساز سالا رو بیاره. میگم دلم واقعا میسوزه برای اونه که پول ندارم. ما که پول داریم سالا رو میخریم. آره جوابا رو هم میخریم. واقعا اونه که پول نداره چقدر باید درس بخونه. آره واقعا ما پول داره هیچ مشکلی نداریم. اینایی هم که پول ندارن بیارن درس بخونن به ما چه. خب دیگه پولاتون رو آماده کنی. اومد اینجا یه خورده تابله نمیشه زیاد چیزی که مطلب که پول آزده. آره. آقا من 1,700 برای خودم آوردم. یه پاسخنامه اختصاصی برای خودم بگیرم. ای خدا من با این چیکار؟ IQ
ستایی که دنگی گذاشتیم شده 1700، یه پاسخنامه میخریم هر ست. پاسخنامه‌ای که میدن برای هزاران نفر اینه خودم نه برای هزاران نفریست، ده ها هزاری که در کنکور شرکت میکنن همه یه پاسخنامه دارن. تو یه پاسخنامه 1700 میدی برای خودت میخری؟ نه، چرا چیزی که نمیدونی؟ میدونم. یه پاسخنامه برای خود جدا میخری. این پاسخنامه همونه که همه میخرن. بابا یه دونه میخریم 1700. شریک. آره، این 1700 برای هممونه یه پاسخنامه. حالا بذار بعدم پول میده حساب اومدش. سلام علیکم. سوالا با جواباش کامل کامله. پولتون آماده است؟ بله بله. میگم میشه اگه یه تخفیفی با خیر بده، معامله انجام شده به دو طرف خیر بده. این هم سوالاست هم جوابا، هم سوال هم جواب به صورت کامل بله. آماده آماده عزیزی جون. به جی جی بسیار بسیار سلام برسونات، خیلی کار درسته. جی جی گفتش که ما رفاقتمون هست، فقط دکتر شدی رفاقتمون از بین نره. من که واقعا شخصا خودم به جای برسم شما دوستان خوب فراموش نمی‌کنید. بله منم اگه اتفاقی بیفته به صورت مجانی ویزیت و استاد میکنم. بله ما رایگان ویزیت شما ها رو ویزیت میکنم. خیلی برو شما بفرم خدا آقا جان بریم الان خانومامون اینجا یه وقت میرسن ما رو ببینیم. برو برو این دوتا کلاس کنکورشون که تمام میشه؟ دادی تا یه هفته قبل کنکور این کلاس کنکورا طول میکشه. یکی دیگه بامبول بهونه کم داشتن، این کلاس کنکور هم شاخ میکنن دیگه، رسمن اداره نمیان. دادی جونم عوضش میرن دانشگاه مدرک میگیرن، بعد ما به اونا افتخار میکنیم. من که بعید میدونم بابا یه دوتا غلطی بکنن که ما بتونیم بهشون افتخار کنیم. ولی دادی من همچنی یه نموره نگران میزنم. دیگه نگران چی میزنی بابا؟ پول میخواستم که دادم بهشون. نه دادی من منظورمون نیست، منظور من اینه که اگه اینا برن دانشگاه قبول بشن اون وقت هیچی دیگه، بیا و درستش کن. نه موجی جونم اونا شوهرای ما، اونا به هر جا که برسن انگار ما نرسیدیم. میشه تو چیزی نگی؟ نه دادی من میخوام بدونم این دوتا تا حالا جنبه چی رو داشتن که جنبه این یکی رو داشته باشن؟ خب الان یه خونده اگه پروانه‌ای نگاه کنی درست میشه. برو بینیم بابا پروانه‌ای. منیج راست میگه، چیز مجده راست میگه بابا. این دوتا اگه تقیب توقع بخوره کنکور قبول بشن دیگه اینا را نمیشه جمع کرد. بله بله. باید کار بکنیم ما. دادی من یه پیشنهادی دارم. میگم من و منیج بریم کنکور شرکت کنیم، من یه لیسانس چیزی بگیرم، منیجم فوق و تخصص از این حرفا. آره من خیلی دوست دارم دادی تخصص بگیرم، یه خونده اردلم روش کم میشه آخه. ببین بابا جان اینجا که الان غریبه نیستم، خود ما هستیم، جمع خانوادگی هستم، هیچ که نفهمه دیگه خود ما میفهمیم که شما IQ درستی ندارد که بخوای کنکور قبول بشی بابا. همین مدرک دندون پزشکی منیجر هم من پول دادم خریدم، آنا این کجا عقلش میرسه که کنکور امتحان بده بابا. دادیم اینجوری نگاه میکنی الان تمام بینندگان دیدن که شما چی گفتین زشته. حرفا میزنی تو هم بابا، دست ما دیگه جلو بینندگان روی شده دیگه بابا. دادی الهی که قربون وقار و متانتتون بشم. دادی ما از اول برنامه تا حالا جلو اینا کم نیاوردیم، نزا این آخری جلوشون کم بیاریم. دادی یه قسمت دیگه مونده. آره منم خوشم میاد که برم فوق تخصص و اینا. دادی من برم این لیسانس رو بگیرم یه حال اساسی هم باشم. بس کن همینه که گفتم IQ درست حسابی شما نداری برای یک کنکور. دادی من میخوام مدرک. دادی ببینم بابا من حالا فکر کنم که بشه یک جور کنکور پیچوند. شما را که نمیشه پیچونی کنکور شاید بشه. گرفتار کردم خودم رو دوباره. سلام آقای دادی. ببینیم شما رو دایی چرا میزنی بابا آدم قاطی میکنه؟ همینجوری برای نمک برنامه. دادی جون شهر در امن و امانه، خیالت راحت. جونم رو تو برکو. برو چهار تا چایی بریز بردار بیار. چی داری میزنی دادی؟ همینجوری گفتم برنامه که برنامه داره تمام میشه، آخرش دل من میسوزه که چرا شما را کم زدم. آها از اون نظر. آقای دادی اگر اجازه بدید من برم.
تو بشین که سوژه اصلی کتک خوردن امروز خود تو هستی. همینجه بشین. آقای ددی، اصلا من نخواستم، این دو سه قسمت هم نخواستم. اجازه بدید من برم. نه بشین همینجا جلو دوربین هنرنمایی کن، میخوایم خود تا خوب نشون بدی آخر چی شد. گوشی چند لحظه بفرم. پاشو برو بیرون. گم شو. الو. سلام دایی جان، حال شما خوب است؟ بله، مرحمت شما زیاد. یک عرض کوچولوی داشتم خدمت شما. میخواستم خدمت شما عرض بکنم که میخوام که جواب سوالای کنکور یاورش را بر ما استاد کنی. میشه یعنی خرید؟ به 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 به، مزنه چنده؟ نه زیاد نیست، خوبه. دو تا من میخوام دایی جان. یک بر مشته، یک بر منیجه. ها، بفرست بر من بیاد. دستت درد نکنه. خداحافظ. آقای دادی اجازه بدید من برم، یه خود کار دارم. بشین سر جد، گفت شو. بله. یکی الان میاد اینجا یک سری کاغذ میاره. بل. جواب و سوالا. بله. چه کمیدی؟ بله. پس میگیر، اونا رو میگیری، کاغذ ها رو، جواب سوالا رو میگیری. سوال جوابای چی هست آقای دادی؟ دیگه یک ذره بد رو میدم پر رو نشو. بهت میگم چه کمی میدی بهش، جواب سوالا رو با سوالا میگیری. تمام شده رفت. بله. بله. حالا پاشو گم شو برو از جلو چشم من بیرون. بله. آقای ددی، ولی شما برید من کار دارم. گردنیه رو میخواد دیگه. گم شو. میگم منیش دفترچه هامونو پست کردی؟ آره موشی جونم، ددی گفتش که اگه یه مطالعه مختصری بکنین حتما قبول میشی. البته من خودم به شخصه که فقط همچنی یه نمونه باید یه مرور رو درسای دبیرستانم بکنم. چقدر ساده هن اینا. ایار حریفتون خیلی قدره. سوسکی یعنی شما واقعا فکر میکنین تو کنکور قبول میشین؟ ارغل، بله. شما اون تستاتونو بزنین. با همه سالا حفظیم. بله؟ منظورش اینه که سوالا رو که ما بدن جوابا رو حفظ فوت آب بدون استرس همه رو میزنیم میریم. استرس؟ منیز میگه استرس؟ رتبه 15,000 آوردن که دیگه استرس نمیخواد. اردی خواهد اردال، بله بله. وقتی عکس من و موجیو در صفحه اول روزنامه به عنوان 10 نفر اول دیدی؟ آره. اون وقت میگم بهت بینجره بوق بزنید. آره. زهر مار؟ این چطور درف زدن به خانم منه؟ به تو رفتی نداری؟ صحبت نکنی؟ همین کسی هفته زمین تو رفتی نداری؟ میگم دردی خبر ندارم که جدیم که الهی بارونش برم سالا رو ما تمون خریده. باشی گناه کرد سادن اون دوتا. منیز دیگه نشنوم صدا، تو برو درس تو بخون. باشه. ساید کار تموم شد و تو نقشت پر رنگ نشد. خیلی برات متاسفم. دایی گفتش که تو کار بعدی حتما برای ساید یه نقش ویژه در نظر میگیره که جبران این برنامه بشه. همین مونده بود که شما منو دست بندازید، ولی من بهتون ثابت میکنم اگه یه روزم به آخرین برنامه مونده من حقمو از این پروژه میگیرم. باشه. به همین خیال باش. بله. سلام. سلام عرضه. سلام شاد باش. ساید جدی رو ندیدی؟ نه چطور مگه؟ اومدیم کمک هزینه تحصیلی بگیریم چون این کلاس کنکورا پولامونو خورد، پولا تموم شد. بله. نه آقای ددی رفت، گفت تا زور بر نمیگردم. گفت دیگه نمیخواد در بزنید، تمرکز داریم برای کنکور. مطلب تو اگه چیزی میخوای بگی برای بعد بگی. راستی اردل شادبام، خوب شد شادبام یادم انداخت، یه مطلب مهم میره دارم میتونم بهتون بگم. خب بگو زودتر، کار داریم. بگو برای بزا بگو حالا ببینیم چی کار داریم، زود باش. خیلی به دردتون میخوره این مطلب. خب بگو. بله، راجع به کنکور خانوماتونه، ولی یه شرط داره. بگم شرطو؟ بله. اگه بهتون گفتم یه شرط داره، اون شرطش اینه که شما قول بدین تو این دو سه قسمت آخر برام زن بگیرید که من ناکام از این برنامه نرم. باشه. بگم بیا بریم. باشه ببینم چی میگه. مطلب مهمت چیه؟ راجب کنکور خانوماتونه. من سوال جواباش پیش منه. من میتونم یه کاری بکنم که خانومای شما توی کنکور قبول نشه. بله. من قول میدم که تا این برنامه تموم نشده برای تو زن بگیرم. قول 100% میدین؟
بله. چیه حالا موضوع چیه؟ بله. آقای ددی امروز رفت سوالای کنکور رو برای دختراش خریده. بله. الان جواباش هم پیش منه. من میتونم جوابا رو بهتون بدم که شما توش دستکاری کنید که خانوماتون تو کنکور قبول نشن. بله. اینا خوب اومده. بگو. خیلی آدمای زایه ایان. من به پاس این خدمت تو، این لطف تو، چیه جنابی؟ نه تو گوش بده. به پاس این لطف تو، سالای کنکور رو همه رو میام بهت میدم تو هم قبول شید. مگه حرف زدن. مگه شما هم سوال کنکور خریدید؟ ببند دهنه تو حلبتو ببند اینا رو نگو به این نه آقا جان شما همین کار رو بکن سوال رو دستکاری بعد چیز میکنیم شما بعد جوابا رو بهتون بدم شما دستکاری کنیم خیلی خوب بعد تو همسر مناسب رو پیدا کن بقیهش با من بله چشم این جواباست این توه فقط قول بدید زود به این برگردونید تا ددی تا زور بر نگشته اون وقت متوجه نشه خیلی خوب بل. برو بیا بل. برو ما رفتیم بله سایه بدبخت ددی اگه بفهمه قضیه رو لو دادی تیکه بزرگت گوشته ها بله من تقاسمو از این ددی اون همه کتکی که بهم زده ازش میگیرم بله من حالا بهت بگم این کاری که الان داری میکنی خیلی خطرناکه من نمیدونم من که بهتون گفتم این دفعه دیگه با یه برنامه ریزی درست حسابی زن بگیرم حالا تازه کجاشی دیدین قسمت جالبش مونده نگاه کنید الو سلام مجد خانم من ساعدم ببخشید مزاحم شدم میخواستم یه مطلب مهمی رو بهتون بگم بله بله ببخشید فقط شما یادتونه یه دختر دایی داشتید قول دادید که راجع به این باش صحبت کنید ببخشید مجد خانم قطع نکنید چشم من میگم بله فقط شما قول بدید باشه بله چشم مجد خانم اردل و شادبام سواله کنکور رو خریدن بله باشه باشه چشم فقط دختر دایی یادتون نره باشه باشه ممنونم آقای نصف سیبیل خداحافظ موشی چی شد آقای ساعت چی گفت من این بامشاد از سقف آویزونش میکنم این دوتا رفتن سال جوابا رو خریدن موشی مو اردل بزدل و مکشمش میام کجا کجا برم گردگیری را بندازم بشین بینیم بابا منیش اگه قرار به گردگیری باشه که خودم طوفان به پا میکنم ببین منیش من و تو باید با سیاست جلو بریم موجی این آخر کاری دیگه کار سیاسی نکن خب میریم میزنیمشون و دعواشو میکنیم میایم خب وای منیش منظور من اون سیاست نیست منظور من اینه که ما نباید برومون بیاریم که ما میدونیم که اونا میدونن که ما میدونیم که اونا رفتن اون سوالا رو خریدن افتاد الان پس چیکار کنیم حالا پس چیکار کنیم؟ آهان، داستان اینه که من و تو الان باید پاشیم بریم سوالا رو پیدا کنیم، جوابا رو هم پیدا کنیم، قراقاتیشون کنیم و حله. آره بریم. ولی کجا بریم؟ چون من و تو که نمیدونیم اون سوال جواب کجاست، معنیش؟ حالا موجی، من یه چیزی میدونم که اردل نمیدونه که من میدونم که اون چیزای مهمشو میذاره زیر مبل جلوی تلویزیون. معنی؟ بله. برای اولین بار خوب اومدی. بریم. واقعا این شب کنکور خیلی سخت آدم همش دلهوره داره من که اصلا دلهوره و استرس ندارم اردل چینی ریلکس به کنکورم فکر میکنه آره ما فقط به یک رقابت سالم فکر میکنیم حالا ممکنه که بعضیام رفته باشن جواب سوالا رو خریده باشن ولی ما دوتا فقط با اطلاعات خودمون میریم جواب بله بله سلام سلام ببخشید آخ معذرت میخوام خسته شدم خونه در داره؟ بله در میزنن میان تو در باز بود اردل مثل که زباله برده بوده گذاشته بوده جلو در باز بود خیلی خوب حالا چیه؟ اردل شاد بام ببخشید اومدم بگم که یه دختر مناسب پیدا کردم خیلی خوبه اگه ممکنه بریم خواستگاریش خدا بل. ما الان فردا کنکور داریم این انجام میشه بعد راجبش حرف میزنیم این داره شلوغ بازی رو میندازی باز معلومه که این دفعه هم داریم گربه رقصونی میکنیم حالا که اینجوریه من همه چیزو به خانوماتون میگم به ما میگه اونجا چه خبره قرار فردا برای ساعت این من اقبال کرد سب کن الان نیست
قرار فردا برای ساید بریم خواستگاری. خواستگاری؟ آقای ساید ببخشید شما دختر دایی ما نمیخواید دیگه. نه چرا چرا، اول گفتیم بریم اینجا، اگر نپسندیدن اون وقت برمیگردیم میریم برای دختر دایی شما خواستگاری. بفرمایین. بله سلام علیکم. سلام کوروش. سلام علیکم. سلام. بپا کنار. چیه؟ آقا یاور کلاهبرداری استاد شد، رتبه 15000 رو آوردیم، یارو کلاهبردار رو بدبخت شدیم رفت کارش. من حالا بعدا صحبت میکنم. این من اخفاق کرد، این گفت که با چاله کنکور بخریم. این شخصی بمیرید. نه بابا خیلی کار ناجوان مردانه متونه نمبخشه. من نمیدونم شماها چطوری روتون شد این کارو بکنید. یک سری آدم تلاش کردن، درس خوندن، تونستین. خیلی که آدم های ناجوان مردی هستید. واقعا من الان واقعا تحت تاثیر این کار غیر فیر پلی که انجام بس کن بابا ببرسه. حالا میگم که ما که اصلا داغون شدیم رفت. شما حالا قبول میشین چون با اطلاعات خودتون میرین جلو. نفر اول و منید. نفر اول. من اول معنی دوم. سلام دادی. سلام دادی. دخترها نزن تست نزنه. دایی الان به من زنگ زد گفت که همه تستا سوالات چیز بوده، جعلی بوده. جعلی بوده، کلاهبرداری بیش نبوده. پول ما هم رفته هوا. دادی بعدا صحبت میکنی. چی ببخشیم؟ چی جعلی بوده، کلاهبرداری بوده؟ هیچی. چه خبره اینجا؟ همه در حال خرید و فروش سوال بودن. پس ما نمیدونیم چه بخره سوال و جوابیه اینجا. اشکال نداره، ما که نفهمیدیم. نه کاک برو سرتون بکنن که هرچی آتیش از گور شما بلند میشه. اگر شما نمیخواستیم برین دانشگاه، دخترهای نازنین منم حواس دانشگاه نمیکردم. بابا به ما چه؟ دخترهای خودتون ما رو مجبور کردن بریم کنکور بدیم. دادی جونم درد و براتون دوافی بخوره تو سر من. به ما چه رفتی داره؟ همه سیر سر این آقای کوروشه. ببخشید خواهش میکنم. چی میگی تو؟ نه شلوغش نکنید، تکلیف منو معلوم کنید. بالاخره بریم خواستگاری یا نه؟ تو چی میگی وسط؟ آقای ددی اجازه بده من یه چیزی بگم، میخوام اعتراف کنم. آقای ددی این اردل شادبام این جوابای خانومانشون رو از من گرفتن، به من قول دادن که اون وقت برام زن بگیرن. اون وقت این خانوما دختر خانومای شما جوابای شوهراشون رو از من گرفتن، قرار شد که دختر داییشون رو به من بدن. حالا من به جلی بودن این حرفا کار ندارم، من زن میخوام. الان باید چی کار کنم؟ این قسمت دیگه آخراشه. بله پس اینجوری بوده. دستکاری کردن. شما دستکاری نکردی. بس ساکت باشید. و چای نازنین من، بیایید دو دقیقه به حرفای من گوش کنید. میخوام یک صحبت محترمانه با شما داشته باشم. بفهم. بیاین این قسمت باقی مونده آخره سعی کنیم که آدم. میدونم که سخته برای همه شما، سخته که آدم باشید، ولی سعی خودتونو بکنید بلکه آدم شدید. آقا شما سرک و آدم بشی، آدم حتما میشی. خب آبروی من شما بردی جلوی این مردم، آبروی بر من نذاشین. شما دوتا مثلا دامادای من هستید، دوتا خنگ. شد شما یک کار رو درست انجام بدید. این یک قسمت با خدا بیشتر نمونده. همین یک قسمت سعی کنید که آدم باشید، انسان باشید. واقعا چه رومانتیک، ما همه دور هم نشستیم آدم میشیم. نه منم این آدم شدنه رو هستم یه لحظه. من چه خودم واقعا لذت دارم میبرم این آدم هایی که آدم شدن میبینن. منم آدم شدم. ببخشید من به آدم شدن شما هیچ کار ندارم. لطف کنید یه کاری برای من بکنید، من زن میخوام. چی کار باید بکنم الان؟ ببینم به نظر تو ماها آدم شدیم؟ نه من میگم اگه یه بیسی قسمتی ادامه داشت شاید آدم شدیم. آهان اینو خوب اومدی، چون من فکر میکنم یه 200 قسمت دیگه هم ادامه پیدا کنه این آدم بشد. نیستم گوشاتونه باز کنید ببینید چی میگم. امروز روز خیلی مهمی است بر من شلباخ، روز فوق العاده سرنوشت سازی است. دادی جان ما آمادگی کامل داریم برای استقبال از دایی جان. فقط گفته باشم
که بعد از رایزنی ها و جلسات خیلی زیاد و متعددی که داشتم بالاخره دایی جان من راضی کردم که بیاد یک سری به منشول باف بزنم. بله. باید بیلان کاری بهش بدیم. بله. دادی جان به بیلان کاری هم میرسیم. شما انقدر درس و جوش نخور. بچه‌ت این شینیا رو به چه اونور دیگه؟ الان میزنم واسه دیگه. کی بهت گفت از این بچه کار بکشی؟ داریم میچینیم دیگه. مشکلی نی، دارم کمکش میکنم. مسئله اینی که نه بابا جان همین مونده که تو اینجا کار بکنی. کی گفت؟ باش گفت شما چهار تا چای بردار بیار. چای دم نکشه. برو چای بردار بیار. تیرانازوروس. شما بابا جان دست نزن به اینا. ما خسته میشی که عزیز دلم. خیلی ممنون. شما کار نکن ناسلامتی امروز دایی جانت قراره بیاد اینجا. شما باید سرحال باشی بابا. آبرکالله. پسر بابا. بله. بله. خوشم بره عزیزم. تو واقعا یکی از بهترین دوستای من هستی. واقعا دوست دارم. مشاور جان من از همین الان ارادت خودم رو نسبت به تو و اون خانواده بزرگوارت اعلام میکنم. بله منم به نوبه خودم اینجا میگم که دوست دارم. بس دیگه چرت و پرت نگید. دو بیلان کاری رو آماده کن تمرین کن که الان دایی تا قبل از اینکه دایی بیاد بفهمیم چی به چیه. بگو قشنگ مثل بچه آدم بخون که از اول منشول باف تا الان ما چه کارها کردیم. بیلانش و گزارشش و قشنگ دونه به دونه می به من بگو. من اینا رو آماده کردم الان خدمت. آقای دادی لیست رو من آماده کردم. اینا از من گرفتن گفتن که ما میخوایم بخونیم. ببند حلقه تا دایی نیامده میگم بخونه خو. ما فعالیت هایی کردیم در زمینه بهینه سازی و چالش زدائی. این اصل کارامون بوده. بعد اینا عمده فعالیت های ما در ابتدا با هدف جذب سرمایه شروع شد که جذب سرمایه که خب نکردیم هیچی. کل سرمایه رو ما از دست دادیم. و بعد ما در راستای اهداف فرهنگی منچول باف اقدام به مبارزه با قاچاق سیگار کردیم که نشد. فیلم سازی را انداختیم که خب اونجوری شد. و شبکه خصوصی تأسیس کردیم که نتیجهش برای همه مشخصه دیگه. اونو برای اصلاح ساختار بورس وارد بورس شدیم که اون افتضاحی که به پا شد همه رفت همه چی. در جهت جذب توریست از جون مایه گذاشتیم که اون اونجوری شد نشد باز. بعد مقاوم سازی کردیم که کج در اومد ساختمون. واردات خودرو انجام دادیم که نشد حالا یه جورایی. بعد عرض کنم که همه این کارا رو کردیم به نحو احسن گند زدیم. یعنی کلن از اول منشور بافت ما این فعالیت ها رو انجام دادیم که گند زدیم. بارک‌الله دست شما درد نکنه. خیلی ممنون واقعا که شما زحمت کشیدید. واقعا که انسان‌های فوق‌العاده بی‌شعور، سبک مغز و عاری از آی‌کیوی میباشید. خاک عالم بر سرتون کنم. خیلی ممنون. اون تپه که به جای مغز فقط تپه داره دستش درد نکنه. کام که کرمچک نابهنجار اجتماعی بیش نیستی. دستت واقعا درد نکنه. یکی از یک ابله‌تر، نافهمتر، بشهورتر. خلاصه شما اند همه نافهمی ها هستید. دستتون درد نکنه. هم شما هم دوستان عزیز. من واقعا جا داره که در اینجا از همه کارکنان عزیز و شریف و زحمتکش منشول باف تشکر کنم و هر غلط تا اینجا کردید باشه اشکال نداره دستتون درد نکنه. فقط اینا رو لاشه بالا نمیاری. دایی جان که میاد نمیگه که گند زدی. همه رو درست براش تعریف میکنی اونجا. بله بله چشم. مفهوم شد؟ بله بله چشم. این یکی رو بلدین انجام بدی؟ نه دیگه بلدیم. بله خیلی خوب. دادی جان ما دهنمون قرصه. شما هوای ساعد رو داشته باشید. بله اون باشه با من. اگه بخواد گند بزنه سبیلاش تار براش میکنم رو سرش میکارم براش. بله بله. مشاور جان بابا بله بله. شما هم امروز آبروداری بکن هوای ما را داشته باش بعدن با هم حساب میکنیم بابا. پس دیگه تو سر من نمیزنین که نه بابا من که اگر زدم پدرانه بوده بابا. چوب پدر گل هر که نخوره خوله. دادی جان یکی یه پیغام از دایی جان آورده بود.
کو گفتش که مرده‌شو ترکیب همتون رو ببرن در اینجا رو تخته کنید همتون برید دنبال کارتون. من یک قرون پول دیگه بابت این منچور باو کاراش نمیدم. اصلا یک کارمند نمیخوام. همه رو اخراج کنید درش هم ببندید. دایی گفتن اینا رو. بله یکی از طرف دایی پیغام آورد. برو گم شو. گم شو از دل چشای من گم شو که هر دفعه میاد خبر نابهنجار بیاره. گم شو. یک دفعه نشد که خبر خوش بیاره. نه یا جلو صورت من دیگه نیا. من هوز. خوشمزه یا؟ خوشمزه است. شما از همین لحظه اخراجی. پاش گم شو برو بیرون دیگه ریخته تا نمیخوام ببینم. وسایلت هم بردار برو. این لفت هم بردار برو. خسته نباشین قربان شما. خسته نباشین. خیلی. چرا نشستی؟ چیکار کن؟ همراهی کنین. دشمن دانا برده ای بالا منیش به دادی زنگ زدم گفتم اندازه پرده ها رو زدم گفت شماها برید بخرید من چکشو میدم. وای ماشی جونم دادی قول داده که مبلمونم عوض کنه. میگم شما دیگه راستی راستی میخواییم بریم؟ راستی راستی نداره که بهنوش جونم برج ددیمون آماده شده دیگه میریم ما. آخه میدونی چیه ما از اولش هم موقت اومده بودیم اجاره نشینی تا برجمون آماده بشه. راستی به یه چیزی اونجا توی اون برج دستشوییش همش اندازه سالن پذیرایی اینجا. میدونی چیه یه سیستم خنک کننده داریم بهنوش خونمون میشه اینه یخچال. بعد یه ویوش سمت شهره یه ویوش سمت کو. بعدش نمیدونی اصلا شهر زیر پات رومانتیک همه رو میبینی. وای چقدر شما از این برج تعریف میکنی حتما خیلی خوشگله. خوشگل بی نظیره بهنوش. معنی جان میگم این الان داره از حسونین دقیق میکنه. نه چی من نفهمیدم چی تعریف کردی؟ بهنوشون تو خیلی برای من دوست خوبی بود. تو هم همینطور. آخرین شبیه که ما پیش همیم اینجا. آره دیگه ما فردا اسباب کشی میکنیم از اینجا میریم. اصلا اینجا همسینه یه نموره دیگه واسم دلگیر شده اینه و زندان میمونه. نه ولی من خیلی دلم برای تنگ میشه بهنوش برای خونه به ما سر بزن. خب باش منیجه جون شما هم به من سر بزن. من هر دوتاتون رو خیلی دوست دارم. منیجه اینجوری نگاه نکنین الان تو خیلی تو هم خیلی دوست خوبی بر من بودی. نگو بگوی دلم برای تنگ میشه آدم رو به هم میزنن این دوتا ها برای خونه اینجا جاتون خیلی خالی میشه اینجا نیست. منم حساس آره که من کی غذا به بدن بردارم بیارم پایین دوستتون دارم. بنده در اینجا با تعلمات روحی فراوان و ناراحتی بسیار ورشکستگی منجیلباف را اعلام میکنم. خوب شد حالا راضی شدید الان بابا جان؟ خب ددی جان ما چی کار کنیم؟ چی کار میخوای بکنی دیگه ها؟ شما که هرچه هنر داشتی الان رو کردی دیگه چه هنر مونده که شما ارائه بدی ها؟ بابا جان خیالت راحت شد بابا اینم منچول بافم که اینجوری شد دیگه الان چه هنری داری که از این هنر برتر بلدی چیزی؟ من میتونم بگم چی کار میتونیم بکنیم. بابا من یه ترانه جدید دارم میخوام براتون بخونم شما همراهی کنید دست بزنید تو از این حال هوا بیاریم. یک ترانه بخونی که اینجا شرایط روحیش عوض بشه ها بابا. همون بیوفایی البته ما هم دست بزنیم بشکن بزنیم همراهی کنید که الان نیست وقتش ببنم. نه با شما نبود. نه نه با این بوده. من دیگه هیچ حرفی نمیشنوم. پاشید برید خونهاتون. تعطیل شد، ورشکست شد. بفرمایید برید خونه. بفرمایید آقا بفرمایید. دادی جان یک مسئله ای هست فقط. پوزشو نگاه کن. خب حرف بزن. یه مشکلی هست. من عرض میکنم.
ما خب تموم شد، این تعطیل شد، اینا برنامه هم تموم شد، این قسمت آخره. خب ما دیگه این گرمای تابستونی کجا، یعنی دیگه پول و اینا که نداریم دیگه، حقوقم نمیدن. من میخواستم پیشنهاد، البته ها بگو عزیزم، راحت باش. خواستم عرض کنم که یه نفری یه 4-5 میلیون تومن به ما بدیم. آها. ما از اینجا که میریم یه گوشه ای چیزی واس خودمون یه سرمایه گذاری بکنیم، خب زندگیمون بگذاریم. آه، نفر یک 4-5 میلیون به شما سرمایه بدم که یک گوشه ای سرمایه، یک گوشه سرمایه گذاری کنید و کار کنید. بله. البته ببینید در اینجا شما طبق قانون کار بعد ما رو باز خرید کنید. بله آقای ددی، شما طبق قانون کار باید ما رو باز خرید کنید. بله آقای ددی، مخصوصا تو این زمینه قانون کار خیلی سخت گیری میکنه. دشمن دانه برده ای بالا، یار نادان خاک بر سرم کردی. آی کده کداست، کده کداست، پیلی من کجاست، بر فنا خیلی بده بابا. دیگه من خودم به اندازه کافی دلم گرفته، حالا شما اینجوری داری یونیت به داغم کنید میریم اصلا. منیز یه چی میگیم، وسط داریم کمکت میکنیم، جمع و جور کنید. اما اینجوری کمک نمیشه که متخصص میخواد. نگران نباشه، من متخصصش رو سراغ دارم. میشه کوروش ما بچه کف بازاره، بعدا از بچه که با آچار و پیشگوشتی بزرگ شده. من الان ستش ما اصلا نگران نباشه. مطمئن کوروش آقا، آقای کوروش آقا. سلام علیکم. سلام علیکم. ای پشت در تشریف داشتید جناب آقای کوروش؟ نه من داشتم از اینجا پشت در رد می شدم. آقای کوروش اصلا من باور نمی کنم اردل و بابشاد باید شما دنین از اینجا تشریف می بریم. بسیار بسیار آقای کوروش گریه نکنید، من طاقت ندارم. چیکار دارین الان؟ باید چیکار کنم الان؟ آها کوروش، کمک میکنی به منیجر خانم یونیتش واسش قشنگ جمع و جور کنی که میخوان اساس بکشن ببرن؟ بله کمک میکنم. من باید چیکار کنم؟ شما بلدی؟ اختیار من اصلا بچه دست به آچار، فقط الان شما بگید که من اینو باید به قطعات چقدی تقسیم بکنم. خوشم میاد، خوشم میاد. آقای کوروش به هیچ کاری نه نمیگه. من با احتیاط. سلام علیکم. سلام میگم یعنی از فردا دیگه کوروش ما کوروش. بله لطفا توجه کنید، ما رو از منچولباف انداختن بیرون، اخراج شد. حالا نه یعنی گفتن، حالا گفتن بیایم اینجا کمک خانم ها و اسباب کشی کنیم. کمک کنیم یه دقیقه صبر کنید ببینم چی گفتی. حرفی که زدی یعنی چی؟ اخراج شدیم؟ حرفی یعنی منصول باف تعطیل شد؟ نه هیچی، ما الان سریعتر فقط خواهش میکنم کارا رو انجام بدیم. الان ددی بیاد ببینه ما بیکار هستیم، سر از تنمون جدا میکنم. یونیت هم رو جمع کنیم. یونیت تو رو ببخشید عیار، میگم شما با ددی صحبت کنید، چون واقعا کار بیزنی خونش در نمیاد. بله عصبانی علاقه میرم، ددی من همیشه استرس کارو بیزینه. شما ببین منو، شما الان برین، ددی اومد باش حرف بزنید. تو ما کار برید، شما برید اینجا ما اینه. باشد آقای خلاص من شسو تا نصف ما کرده. یاور منچول باف استاد شده؟
دهنتو ببن، اعصاب مصاب ندارم. میذاریم دیگه هد میکنیم و حسین رو از این سرش میکنم تو دماغ تو. بچه اصلا باورم نمیشه فردا میخوایم اینجا رو ترک کنیم. گه گونه هاش من دلم برای تنگ زد. منم ببین گونه هاش واقعا دلم برای تنگ. منم حساس. بچه دیدی پیر دوست؟ دیدی که این دوتا ابله که بلای سر من آوردن؟ منه به خاک زیانشوندن. بابا ددی جان آخرش سکته میکنی میافتی میمیری، انقدر حس نکن. بهتر. ددی ددی من بمیرم برای شما که این دوتا ابله این برنامه تموم شد اینا آدم نشدن. گردنشون بشکنه. بسه تو حالا خودتو لوس نکن. تو خودت از جفت اونا بدتر هستی. خودشو بر من اینجا لوس میکنم. ددی جون باید بزن منم. ددی این آقای بامشاد و اردل رو ببخشید، شما الان گناه دارن. اسم اون دوتا جانور دیگه جلوی من نیار. اسمش دیگه اینجا برده نشه. ببینید آقای جابری، این داداش بامشاد من تو دلش هیچی نیست، باور کنی. اون تو دلش هیچی نیست؟ اون تپه تو مغزش هیچی نیست؟ ای ددی جونم، الهی که قربونتون برم، الهی که درد و بلاتون و مافی بخوره تو سر من، الهی که هرچی درد و مرض دارید بخوره تو فرق سر بامشاد اردی خان. شما بزرگتری، شما هرس نخور، شما اونا رو ببخش. ددی ددیم، ددی جون، قسمت آخر برنامه از امشب، یه امشب رو میتونیم همه دوره هم باشیم. خب ددی باشه بگید بیان، ولی به یک شرط، اصلا حرف نزنن، دهنشون رو جلوی من باز نکنن. بگید صدا کنید بیا. ددی تو بی نظیری ددی. ای بامشاد. ببین آقا، لااقل اینا که تو اساس کشی که میتونن کمکت کنن جابری جون. بله، اونم داداش بامشاد من انقدر کاریه، شما که خودتون میدونید. صدا کنی بیا. بامشاد بیا. سلام علیکم. سلام. در این ابتدای ورود باید عرض بکنم که خب ددی جان، ما خب الان از کار بیکار شدیم. خب ما چجوری خرج و امورات زندگیمونو بگذاریم؟ بله؟ ما چجوری امورات زندگیمونو بگذاریم؟ به هر حال ما پول میخواییم و کار میخواییم. ما زن و بچه داریم، زندگی داریم. بله، به ما یک دقیقه هم نمیتونیم بیکار باشیم، واقعا از بیکاری نمیریم. بفرمایید. وقتی که من میگم این دوتا ابلهن، وقتی که میگم اینا زبان نفهمن، شعور درست حسابی ندارن، شما میگی نه. بیا ددی، الهی که قربونت برم، الهی که درد و بلات بخوره تو سرم، الهی که من چک پرتون بشم، الهی که بیفتم جلوی پات پیش مرگت بشم. ددی ددی بله. خوب چی کار کنیم؟ باشه منم چی کار کنم دیگه، میریم یک جایی رو راه میندازم، اینا رو هم استخدام میکنم. چی کار؟ دامادای من. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. میگم که این شب آخریه که همه دوره هم هستیم، واقعا الان باید هم مهربون باشی. من خیلی ناراحتم دیگه، نمیتونم حرف بزنم. اینو درست کن. آره اینو درست کن. بله ددی جانم آره. تو نمیخواد بوز کنیم. بیا ما کوروش. بله ددی من نه چرا بوز بسا نمیخواد. خب باشه ددی، چرا ناراحت؟ بهنوشون هر خوبی بدی، هر چی که از ما دیدی دیگه به خوبی خودت ببخش. ما رو با داریم میریم الان. خواهش من که از خداحافظی متنفرم، خیلی لحظه دردناک و غم انگیزیه. آقا اونو مواظب باش، داری میاری شکستنیه. میگم که حتما و حتما هر روز روزی یه دونه نامه برای من بنویسی. خب بهنوشون من قول میدم هر روز برات نامه بنویسم. خیلی ممنون. منیش باز یه چی واسه خودت گفتی، از برج ما تا اینجا نیم ساعت بیشتر راه نیست. اون وقت تو چطوری میخوای هر روز نامه بنویسی؟ نمیدونم. آهان سلام علیکم. سلام علیکم. خب دیگه آقای پیردوس، با اجازتون دیگه اگه بدین ما رفتنی شدیم.
به سلامت، مواظب خودتون باشین، اینقدر این پیرمرد جاوری رو اذیت نکنین، گناه داره. بله کوروش جان، هر خوبی از من، خوبی بدی از من دیدی، منو ببخشید که اذیتی کرد. بابا من نمیذارم اینا برم، من با اینا میرم. ببین کوروش بابا بخ، ما خودمون اونجا اضافیم، چی با ما میایی بابا؟ بریم آقا جان، بریم. آقای فیردوس دیگه ببخشید، خوبی بدی هرچی از ما دیدید ما رو حلال کنید. سلامت. خدافظ. حتما هر روز به هم دیگه تلفن میکنیم. خدافظ. میخواین تشریف بیارین اینجا شما؟ بله. هی وای، خب دیگه ما هم کم کم دیگه بریم دیگه، رفع زحمت کنیم. خیلی خب به سلامت، فقط مواظب باشین هر کجا میریم، باز یک کاری نکنین دو سه روزه باز بندازنتون بیرون ها، هوای خودتون رو داشته باشین. بله چشم. میگم عدل بیا واقعا اصل بمونیم اینجا، من نمیتونم دل بکنم. مزخرف مزخرف عدل. نگو من که با تو هم که خدا بریم آقا جون. دادش خدا خداحافظ شما. خداحافظ شما. بابا رفتن اینو جدی جدی که آقا جان من چی کار کنم، بالاخره باید برن دیگه، نمیشه کاریش کرد که، بالاخره باید برن. چقدر اینجا سوت و کور شد نه؟ آره ببین همه چند ثانیه نگذشته همچین تمام این دل من گرفته، اصلا احساس تنهایی میکنم. آره بابونه بریم ما آقای فیردوس. بریم رفتن اینا. برو برو آها آها برو برو. خیلی خواب بابا کردی تو چشم. اگه اون زنبورو بود اونو بگیم بیا. خب ببین عروس گلم، اینجا دیگه مستقل میشین با کوروش، اساستونه میارین همینجا، هم بزرگتره هم جادارتره. آره قربونش. آره. خیلی ممنون بابا یکی شما قبل به فکر ماین. خیلی متشکر، ولی میدونین من الان امروز همچین یکم دلم شور کوروشو میزنه، از صبح تا حالا گذاشته رفته نمیتونم کجا رفته. عزیز من کوروشو ولش کن، اون هر کجا باشه الان پیداش میشه. بفرما تحویل بگیر اومدم. کوروش تو چرا انقدر زارزار گریه میکنی همش آخه؟ چی شده؟ من طاقت دوری دوستامو به هیچ وجه ندارم دیگه، نمیتونم وضعیت تحمل کنم. صبر کن کوروش، من برای اینجا مشتری عالی داشتم، اینجوره ندادم به کسی، برای اینکه تو دست زنتو بگیری بیای توی خونه مستقل باشی. ول کن دیگه این حرفا رو. یاور دلتنگی الان استاد شده، با من صحبت نکنی. ببین کوروش گوش کن، خب ما میریم خونه مجده جون اینا سر میزنیم، ما میخوایم بیایم اینجا اساسامونو بشینیم، یه زندگی تازه رو شروع بکنیم. بابا گریه نکن. اگه افکتی به حال من نکنی تا چند ثانیه دیگه قش میکنم. بابا این فیلم دوست رو خدا کوروش این چه حالیه، این چه حالیه بابا جان من. ای بابا آقا جان میرم توی واحد همین برج جابری اینا، گوش کن دیگه گریه میکنه، میرم توی برج جابری اینا یه واحد میگیرم، همه دور هم باشین، منم با جابری آقا، این دوست راست میگیم
ممنون. آخه دستتون درد نکنه، من میرم بگم بیان قولنامه‌شو با ددی امضا کنه. بفرمایید. پسر بزرگ کردم. بیا آقا جان، مبارکت باشه. قربان شما، ولی حرف خودت شد جا بری. ببین تخفیف مخفیف بهمون نداری. آره قربونه. آره. پول برج چجوری می‌خوای بدی فردوس؟ پول برج و ددی جان، میدونی که الان من دست و بالم یه خورده تنگه. مغازه رو یه مدت برای تعمیرات بستم، میخوام بزرگترش کنم. در اولین فرصت مغازه که باز شد، دستم هم باز شد، پولتو نقد بهت میدم قربونه. آره. حالا دیگه این حرفا رو ول کنین دیگه، بغل کنین هم دیگه رو، ببوسین هم دیگه رو دیگه. اردل بامشا چطورن ددی جان؟ اونم خوبه. بله. گرفتاری شده. واقعا به قول یکی از دوستامون آدم لذت میبره میبینه که شما اینطوری به هم محبت میکنی، هم دیگه رو قبول داری. چک رد و بدل میکنی. من برم بگم به نوش. ببین ما فردا دیگه اساس کشی میکنیم. آره. فردا اساس. من برم به نوش بیام. میگم پیردوس جان. قربون این پسرم برم. ببین همینجو گوله نمکه. همینجو نمک ازش میریزه. آره. بله. جونم. اینجا رو میخوای چیکار کنی؟ میگم میخوای اینجا رو بکوبم یک برج 200 بادی بزنیم بریم. اینجوری که یه ساعت پیش به قول کوروش استارش کردم، فروختم رفت. آره قربونه. فروختی به کی؟ ببین یه مشتری بود خیلی سمج بود، ولم نمیکرد، همین جور دوره بر من میچرخید، منم معطلش نکردم، قولنامه رو نوشتم و آره قربونش دیگه. جا بریم. اشتباه کردی پیروز، اینجا جور داد برای ساخت یک بود. اشتباه کردی. و ما زندگی خوشی را در کنار یکدیگر در برج ددی آغاز کردیم. بعد همه مثل سابق در کنار هم به زندگی، کار و تفریح پرداختیم. حالی به حولی. اینجا شو با هم بیاییم. این شدیم. سلام علیکم. جناب آقای بامشاد خان، تشریف آوردید ماهیگیری، نشستین ماهی میگیرین، اومدم شیر به آب وا کنم، شیراب قلفتی اومده تو دستم. اردل خان رفتم و حموم نبشورم، دوش که افتاده سرم هیچ سخت به حمومم ریخته سرم. کوراش یهو کف اتاق پذیراییمون اینجوری باز شد و تمام لوازممون ریخت طبقه پایین خونه آقای صادقی. آقا بدبخت شدیم، اینم خونه است، اینم برج، این چی آخه؟ خونه برای من نمونده که. بیچاره کردی منم. بله. منو شما بدبخت کرده. آخه چه مصالحی بود که بر من گرفتی؟ رفتی لوله بر من گرفتی، شلنگ به جای لوله بر من گرفتی، بذارم این الان تو سرت نکبت. ببین جابری جان، من پول این برج را حلقومت میکشم بیرون. آره قربونش. ببین من تو این برج با شما شریکم. برج من تو چی برج برج میکنی؟ برج من از حالا گفته باشم. گوش کنید، گوش کنید. سلام اردل، سلام شادبام، سلام کوروش، سلام خانوما. سلام در چیا؟ ببخشید دیگه برجی باقی نمونده، اینقدر تو سر کوله هم دیگه میزنین که مال شما باشه یا مال ایشون. چی داری میگی؟ یعنی چی؟ بله، برای اینکه برج اصلا باقی نموده. من نشسته بودم تو واحد سرای داریم، یهودم زیر پام اینجوری تکون خورد. بعد رادیو روشن بود. گوش کردندم رادیو گفتش که یه زلزله اومده به عمق یه رشته. من دویدم رفتم بیرون، دیدم اصلا از برج هیچی باقی نموده. اصلا برجی وجود نداره. بله. مقاوم سازی میکنه بر من. فقط واحد سرای داری من سالم مونده که اونم تو حیات بود. بله. خلاصه بدبخت شدیم و رفت. منو به خاک سیان شده. خدا هم جلو کنه من از این خوب، من از دست اینا راحت کنه. خدا دشمنی دشمن دانا برده ای بالا ای دانا خاک بر سرم کرده. کت کتا کت کتا ای کتا بیا بیا راجب چی فکراتونو کردی؟
من میگم که خب یکی بهش بگری. یکی به نخواه باید بهش بگری. کی بهش بگه الان؟ من کی نمیگرم. من رو منم اصلا حساب نکنیم. من اصلا این کارو نمی کنم. بابا ما آقای پشنده رو آوردیم که اون بهش بگه دیگه. دیگه رو حرف باباش که دیگه نمیتونه حرف بزنه. چه سحنه دلخراشیه. محکم بگیرین، محکم بگیرین. محکم بگیرینش. محکم بگیرینش که فرات. بگو پشندی. آقای پشندی بگو. چیو باید بگیرین؟ بچه ها تصمیم گرفتن یه نورد قسمتی کوچولو دیگه واسه شو درست کنیم. آره بله. اجازه بچه ها تصمیم گرفتن که یه نورد قسمتی دیگه بسازن. بله بله مگه شما دیوانه؟ خود دارم میمیرم، جونم داره درد. من 90 قسمت من 90 ثانیه دیگه برنامه نمیتونم بسازم. سر عرض جوچه داری شلوغش میکنی. اولا که دور هم هستیم، منم به تو قول میدم اگر برنامه رو بسازی شیرکاکو مجانی ها رو قول. یه اسپانسرم گیر آوردم اصلا دیگه. آقا جان نفت که من من خستم، میخوام استراحت کنم، دارم میمیرم. من به اینجور چیزا کارم. من به تو مهم که تو مسازی. بی خودی با لهجه حرف نزن دیگه، تموم شد رفت بابا. بذارین اما من الان درست میکنم. من به هیچ قیمتی حتی 90 سالی کازه معروف شما کازه بابا بر دیوانه نیرم بلم کنیم. الان دردی درست بشه کنیم. این چیه؟ شکتا چیکار کنم اینا؟ نگاه کن مبلغش ها بعد بگو های یا نه. بلم کنین بابا. من 90 قسمت که حالا برای دستگرمی ما 400 قسمت 400 قسمت دیگه میسازیم و بعد ما الان چیکار باید بکنیم؟ خب ما چیکار میتونی بکنیم؟ ببین ما این مستاجرایی که آوردیم جوابشون میکنیم. مستاجر رو همین همینایی که قراره بهشون بودیم دیگه نرو تو من جوابشون میکنیم. شما دو مرتبه از نو همینجا برنامه رو بسازید تو خونه خودمون. دوباره حاصل دسترنج خودمون رو میخوریم. یه برنامه میسازیم. تا خیلی خوب. خب من یعنی بهشون بگم اینا اینا خب خسارتشو میدیم بابا اردی خان. خسارتشو آخه اینا اومدن خونه رو خریدن، مگه راضی میشن برن؟ من صحبت میکنم اردل جون. تازه من یه فکرایی کردم که از این بعد نقشم خیلی بیشتر بشه. خیلی خوب. حالا بذار ببینم اینایی که اومدن اینجا راضی میشن. من صحبت میکنم. ببین شما مگه میشناسیشون؟ نه. خب برو الان من سوالات رو بفهمم. شما یه در بزنید. خیلی خوب. ایوا سلام و فرهاد شادی خانم از این طرفا. بفرمایید. خواهش میکنم. شما خونه رو به اینا فروختین؟ ببینن شما این خانم اینا رو میشناسین؟ ای خدا بدبختی. آره چه ناراحت میشه آفراد، مگه به زور آوردنتون؟ ببین خانم ما میخوایم شما این خونه رو تخلیهش کنی، باطل کنیم، اینا دو مرتبه بیان سر جای خودشون بشینن. بره. ما دو مرتبه خونه رو از شما میخریم. آره فرهاد شما چه کارا عجیب غریبی میکنین. اول خونه رو میفروشیم بعد میخوایم بخریم. خب حالا اشکال نداره. میگم که یاسم خانم چی ببخشید. خانم ما این خونه رو میخواستیم که اگه ممکنه دوباره پس بگیریم. کار داریم اینجا. آره. ممکنه شما مشکلی نداریم؟ والا این فرهاد من یه کمی ریاضیاتم و اینا زیاد خوب نیست. اینه که درست متوجه نمیشم. شما یه لحظه اجازه بدیم به من. آقا داوود اینا و فرهاد اینا اومدن. آقا داوود قربون این پاچه من بره. ای جون من نفس من میدی. ای جون نیناس
نینه عزیزم ولش این پاچه رو بده من این اون نیست ولش این پاچه رو بده من این پاچه رو بخارم این اون نیست ولش کن این رئیس نیست ولش کن برای چه من زبانم چشم دیدن من آش تبیدی ولش کن برنامه و سازی مفاهیم را دعوت نبکنی عزیزم من فکر کردم به تو من که میدونی چقدر تو رو دوست دارم قربونت برم برنامه رو به سرعت شروع کردیم تلفن تو رو هی گرفتم نشد نگرفت زنگ زدم به بامشاد آه آقا فرهاد شما خیلی هم در زم بیاتفه هستین یه زنگ نمیزنه آقا داوود با آدم خبر بدم بگن سرویس ها نمیان دنبال آدم من الان 2 سال منتظر این سرویس ها ای خدا من خیلی معذرت میخوام من نمیدونم این آقا فرهادی مثلا کیه شما منیجه خانم شما اصلا توجه نه آه نه آقا داوود این آقا فرهاد ها اسمشون عوض کرده گذاشته آقا اردن راست بگوی؟ تو خجالت نمیشدی اسم خود تو عوض نشدی اردن در بکنی از خودت تو مایه ننگ بره رویدی تو لابد نوچوفسکو رو مقاشق بخوری ها؟ این نوچوفسکو چیه دیگه؟ تو دیگه حرف نزد که اصلا چشم دیدن تو نداشته بودم درست بکنم من میگم حتما بکنم بلش 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 آقا هم دیگه رو ببوسید ما این خونه رو میخریم یه برنامه توش میسازیم با هم به خوبی و خوشی زندگی میکنیم شما غلط بیجا در را کنی از خودت بی خود در کردی چشون اینجا زرنجا خود من خواهد در را کنی اینجا آقا بود اینا فکر میکنم ما خنگی ما این قضیه چیه حالا این آقا سپر میگن ای چه حرف بی خود بگوی آقا جان من حسلم داره سر میره بگو چقدر چک بنویسم بره پیکارش آقا تغرار از خودش خانفاز در بکنه برمه تا دیگه چی چی خونه فروشی نمید از مریض باشه در دیگه رو می نمیریم چی گفتی؟ گفتم باشه در خونه بیرون من این خونه فروشی نمید نه بخواه من خونم نمی بفروشم شب کن ببینم شما بالاخره نمی خواهی خونه رو بفروشی؟ نه واه چه حرفا میزنین آقا پیردوش کانیوه چی اینجوری حرف میزنین تو راجع به زن من صحبت نمکن تو باید من اینجا برکشم مردش رو ریخته تو ببرن خیلی خوب با شما نیست آقا جان بذاری من توضیح داوود جان از چی آقا جان من میخوام که این خونه رو شما به ما بفروشی ما بیایم توی سن لج نکن دیگه نه من بخواه اینجا به اینجا رو بفروشم چه کار بکنی؟ میخوایم برنامه بسازیم این تو قربونه تو راست بگوی اینجا بخواه من برنامه بسازی بله شد داره دیرون من از خونه نمیفروشم خونه فروشی نبید بیدتر از این نمیخوام برید بیرون بلشت به دیرون خونه نمیفروشی نه رو نمیفروشی کروش بله زنگ بزن ابی اسی بیانی نرازش بودم بله تهدید بکنم من تهدید بکنم آقا بیجا اسی جان یه آقایی هست اینجایی که یه جوری صحبت میکنه یه خورده به ناز و نوازش احتیاج داره شما از این ارتش سرخ چیرم بیرن تری خیلی کیه؟ کیه اونی که بعد با من روانی رازش کنم؟ تو ایری؟ چون کن بگو آقا جان من چی بیدم که من بخوام آخی خونه بخرم من پولم کجایی؟ من پولم کجایی که خونه بخوام بخرم؟ من کل سرمایه که داشته بیدم دوت کلی هم بید که فروخته بیدم من چیز داشته بیدم دیگه؟ من چیز داشته بیدم؟ من تازه آبجیم نگفته بیدم آبجیم گفت بزد با شاخ به شکم آبجیم و ترکید آبجیم من بابام بوام خوابی دوید خوابش برد دوید تو ریل قطار ما دوید وسط دو شقش کرد دوید بابا جان آیه دقه ببند آقا این جرتوپر شما باور نکن آقا جان گوش کن منو خریدار اصلی این خونه پس شما نیستی شما آمد اینجا خریدار اصلی کس دیگه است پاشو برو یه زنگ بزن خریدار اصلی بیاد اون کسی که مالکه اینجاست ما باش صحبت کنیم ما خودمون با ایشون صحبت کنیم پاشو عزیزم پس به سلامتی همه چیز حل شد دیگه پاشو بده نکن گوتی صورتی ولش کن اونا پاشو برو زنگ بزن مالک اصلی برو خیلی بده چون تا دیگه حرف بزن من میرم شبکه یه دقیقه تا این زنگ بزنم من ببینم که زنگ بزنم شبکه ببینم قرارداد کار بعدی چی اینا به نپرن به جون هم اینا رو کنترل کن آره قربون برو ما هستیم برو آره چه خوشحال برو برو
سلام عرض کردم با آقای فرهاد. عموم بیت خیلی خوش اومدید، مشرف فرمودید. بفرمایید ایت ساب مرک این بیت. پیر دوست، تو خونه تا به ای فروختی؟ آره، مگه چیه؟ تو با یه کارت بزرگترین خیانت به جابر آباد کردی. برای چی؟ پس بالاخره با هم روبرو شدیم و این دفعه دیگه کارت تمامه. شانس آوردی که اینا منو گرفته بودن، وگرنه فقط گیوهات باقی میموند. شمپت باز چهار نفره دیدی زبان در آوردی کرمیخ. ما جابر آبادی این شما بلریا احتیاج به پاچه خاری نداریم. منو گرفته بودن، وگرنه تا حالا مرده بودی بدبخت. پاچه خاری استعداد و توانایی میخواد که شما به طور ژنتیکی نداشتید هیچ وقت. آها، ما استعدادش رو نداشتیم. ما احتیاج به پاچه خاری نداریم. این شما برریا هستین که با پاچه خاری کار خودتون رو میندازین. برای یک جابر آبادی ننگ است که پاچه خاری اینو اونا بکنه. کلاسک بابا جان، یکی به ما بگه اینجا چه خبره آخه؟ این چی میگه؟ اون چی میگه؟ الان من به شما میگم اینجا چه خبره. چه خبره؟ الان بهت میگم چه خبره. ما جابر آبادی ها از قدیم و ندیم با این برریا جنگ داشتیم. همیشه همین بدبخت ها رو ما شکست میدادیم. اما این دفعه تو از پشت با ما خنجر زدی. خاین! تو ما رو شکست میدادی مارمولک. یادت نیست در اون جنگ تنگه چرمنگ سوار خرت شده بودی چار نل فرار میکردی؟ سوار خر میشده آقای ددی؟ مرگ ببندی شده. تو چی؟ یادت نمیاد دشت خورخوی تکا؟ بدبخ شکست خورده بودی، از ترس خودت بردی لای بوزا قایم کردی، بابا کردی، همه دشت تی کردی. چه جالب، شما بلد این صدای بوز در بیاریم؟ من گیوه ها ما میکنم تو حلق تک تکتان ها. بیش از این عصبانیم نکنیم. اما کار؟ بابا یکی به ما بگه اینجا چه خبره؟ ما سر در نیاوردیم بالاخره. من میگم که بهترین راه اینه که با گفتی نام این قضیه رو حل کنیم. با چی؟ نه شما ها نگین هیچ کس. نه با چی حل کنم؟ گفتن ها؟ نه با چی حل کنم؟ یه بار دیگه من اینه برای تشت خودم بود. دهنت هم ببند. بی خدایی که پاچه خاری هم من رو نبک کن. دعوا این کار غیر رومانتیکیه بابا. من ایش تا حالا این وسط حرف زن بزه یه دعوا ببینیم دیگه بابا. بابا من دیگه دلم داره ضعف میره، دلغشه گرفتم. یه جور سر تای قضیه رو هم بیارین آقا، بریم دنبال بدبختیمون دیگه. آره قربونش، ما کاری نمیخواستیم بکنیم. ما فقط اومدیم، یعنی اومدیم خونه رو بخریم. خواهش میکنم به ما بفرمایید. خورم هم فروشی نمید، برید بیرون. بله، ما آشیونمونو نمیفروشیم. گوش کنید ببینید چی میگم. این خانه فروشی نیست، همه هری. به جهنم که فروشی نیست. یک جابر آبادی بمیره بهتر از اینه که منت یک برره ای رو بکشه. بوله تقوی کن. پاشه بریم. باشه بریم، به نفی کسی رو نکشید. باشه برای گرم سکرم. 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 باشه برای گرم بیرونشون بکردیم همو جان، در برفتن. داوود
داوود. ها میگم با ما اصلا کار خوبی نکردیم اینا رو از خونه انداختیم بیرون. چی بگویم ما اینا رو کار خوبی نکردیم اینا رو انداخته بودیم بیرون؟ خب آخه گناه دارن، شما فکر کن الان جا ندارن، هیچ جا ندارن برن زندگی کن، شما دلت میخواست مثل اینا میشدی، آواره خیابونا اینا میشدی ها؟ من فرق مکنم با اینا. آقا داوود پشت برو صداشون کن. به گلی اصلا من تا هر چیزی از من بخوای من انجام بدم، این یکی از من نبخوا. آقا داوود پاشو دیگه الان میرن ها. خیلی باز یه چای بخورم بلند بشم برم صداشون بکنم. آقا داوود دلت نمیسوزه الان فکر کن خون زندگی ندارن تو خیابونا؟ پاشو یه چای نم بخورم. نه برفتم خیلی ممنون.